دوستای گرامی سلام میخوایم در مورد کسایی که هنرمند است نویسنده است خبرنگار هست شاعر هست یا خلاصه بخش هنری و نویسندگی و خبرنگاری اینا بوده و اینا در افغانستان گیر مانده و جانشون کاملا در خطر هست و قبلا تهدیدهای زیادی رو متوجه شده اینا چگونه فرم پر بکنه یک نهادس به نام آیکورن مختصر انترنشنل سیتیز آف ریفیوجی نیتورک هست و اپلیکیشن برای نویسنده ها و هنرمندان که جانش در خطر هست فعلا باز هست شما میتونید اپلای بکنید و فرم که شما میخواین روان بکنید در اینی ایمیل اپلیکیشن ات آیکورن میتونید روان بکنید با هم دیگه مرور میکنیم که چه کسانی میتونه در اینجا اپلای بکنه در اینجا بخش انگلیسیش هست میخواییم که در بخش فارسی مرور بکنیم چه کسانی میتونه اپلای بکنه نویسندگان خلاق رمان شعر حماسه داستان کوتاه فیلمنامه ترانه فیلمنامه تلویزیونی فیلم تئاتر و کارتون این نویسنده ها باشه در واقع تمام نویسنده هایی که خلاقیت به خرج میده نویسندگان غیر داستانی مثل دانشگاهی علمی مقاله کتب درسی، روزنامهنگاری روزنامه نگاری خبرنگار میشنی نصر نویسی نگارش فنی و وبلاگ نویسی هم شامل میشن. می و سردبیران ناشران و مترجمها. هنرمنده شامل از میشه مثل عکاسی، کارتون، نقاشی، اجرای صحنه، هنرهای رسانه‌ای، نوین و غیره. موسیقیدان مثل همه ژانرهای مختلف آهنگسازی و نوازندگی. و گفته شده که آفرینش ادبی هنری کسایی که خلاقیت های هنری هم داشته یا دستاورد اینا داشته، اینا باید همه اسنادهای خود ارائه بکنه. با هم دیگه دیگه میشه پر میکنیم. باید داشته باشیم که دو تا فرم هست. یک فرم هست که رفرنسش هست که در واقع آشنایی و آگاهی از شما داشته باشه یک کسی باشه که رفرنس شما شود با از شما آشنایی داشته باشه و در موقع ضرورت به شما تماس گرفته بتونه و شما رو پیدا کرده بتونه و این رفرنس الزامی هست اگر رفرنس نباشه اپلیکیشن شما ناقص هست فرم دیگه ای هست اپلیکیشن اصلی هست که در اینجا چندین موضوعات مختلف خواستش را که اینا رو با هم دیگه مرور میکنیم و این هم فرمش هست آیکرون International سیتیز آف Refugees آرتیست، رایتر، اپلیکیشن فرم با هم دیگه مرور میکنیم نگه چه کسایی اپلای بکنه ما گفتیم که کریتیف رایترز باشه نان فیکشن رایترز باشه اکادمیک رایتر اینا باشه کسایی که مترجم باشه و همچنان موسیقیدانها ها باشه و کسایی که خلاقیت های هنری داشته و اینی ها متوجه شما شده باشد اتری به خاطر نویسندگی یا به خاطر هنرمندی خود شما در خطر بوده باشه این یک مورد هست ممکن است که امکان ازی باشه که شما کشته شوین یا که ناپدید شوین یا فیزیکی مورد حمله قرار بگیرین یا که ناپدید یک مورد یا که محکوم شوین مثلا به زندان و اینا اینی تهدید شما رو متوجه شده باشه یا که شما قادر نباشین که خودا به طور آزادانه معرفی بکنید مثلا با, با سانسور اینا مواجه شده باشه و گفته همین نفری که اپلای میکنه آیا با کدام کشور به خاطر پناهندگی درخواستی داده یا یعنی نه اگر درخواستی داده او باید ذکر بکنه اگر رد شده هم دلایلش باید ذکر بکنه در اینجا گفته اپلیکیشنی که برای آیکورن است کاملا رایگان هست و اگر شما کدام موردی اخخازی دریافت میکنید به یه ایمیل آدرس و به این سایت سر بزنید و ما را مطلع میسازید و در اینجا گفته وقتی که شما میخواین فرم خدا پر بکنید به این ایمیل آدرس اپلیکیشن at روان بکنید در قسمت اول مربوط کسی است که ممکن است شما زبان انگلیسی رو بلد نباشن یک کس دیگه جای شما پر بکنه نامش باشه، مشخصات ارتباطاتش، رابطش با شما و چرا این فرم پر کردی؟ شاید دلیلشی باشه که یا ای زبان بلد نیست یا که مشکلات فیزیکی اینا داره. در دا اینجا معلومات درباره متقاضی اصلی است، نامش، تخلصش، منام وسطیش، تاریخ تولدش، جنسیتش، محل تولدش، نشنلتیش، فعلا در کدام کشور زندگی میکنه شماره تماسش، ایمیل آدرسش و در دا ادامه گفته که آیا کدام مورد هست که به دلایل امنیتی شما گفته نمیتونید که ما با شما تماس بگیریم یعنی تماس با شما امکان پذیر نیست پس رو برای ما واضح بسازن که چه قسمی میتونیم ما با شما تماس بگیریم و در اینجا هست اگر وبسایت دارین مثلا یا توییتر دارین فیسبوک یا یوتیوب دارین اونا رو شریک بسازن لینکش زبان انگلیسی شما چه قسمی است کدام زبان هست بیسیک است گود است فلوئنت روان است نیتیو اصلی زبان شما است ریدینگ و رایتینگ شما چه کسی است در این مورد نوشته بکنید در اینجا گفته که ایمرجنسی کانداکت صرف و زمانی است که مثلا شما قابل دسترس نیستید یکی از اعضای فامیل شما باشه نامش باشه که او چی رابط با شما داره و ایمیل آدرس و شماره تماس اون نفره اینجا اضافه بکنید پرسونال دیتایلز پروفیشنال دیتایلز وظیفه خود شما اینجا تشریح بکنید مثلا تایپ اف یا آرتیست نویسنده یا هنرمند بودین خب آیا این وظیفه همیشگی شما بوده شما چه قدر مدت میشه که هنرمند بودین یا نویسنده بودین یا موسیقی دان بودین؟ از سال مثلا 1990 90 تا به حالا بودین خب و شما چیزایی را که دارین باید در دا اینجا علاوه بکنید یکی سی وی شما باشه که در این مورد تمامی مشخصات تحصیلات شما و تمام مو... موردات در سیوی سابقه کاری اینای شما نوشته شده باشه چیزی که شما نوشته کردین از او اسناد داشته باشین یا یکی دیسکوگرافی داشته باشین یعنی سبا موسیقی داشته باشین یا که پورتفولیو اسناد اینای داشته باشین ای را بکنید نمونه نوشته های خود شما اتش بکنید نمونه های کاری خود شما اتش بکنید یا تصویر دارین یا نمایشگاه دارین یا هر چی که بوده اگر مثلا موزیک بوده یا موسیقی اینا بوده و, صدا هست یا عکس هست قابل فهم نیست شما باید به با زبان انگلیسی یا اروپایی یک تشریحات یا دیسکریپشن برش نوشته بکنید جایزه هایی را که شما دریافت کردین اونا را هم اتچ بکنید و همچنین درباره سابقه کاری خود شما باید معلومات بدین که پوزیشن شما چی بود و هم جزیات درباره از او ارائه بکنید و همچنان گفته که آیا آی میتونه که با ما کارفرمای شما تماس بگیره یا نه اگر نه چرا ممکن است که شما مثلا در خطر باشید. آدرس بکنید شما نوشته بکنه شما تماس اما کارفرمای خود ایمیل آدرس شد. تاریخی که شما در اونجا استخدام شدید و تا زمانی که بودین چرا شما ترک کردین دلیلش نوشته بکنید و مهارت هایی که شما دارین غیر از که شما هنرمند هستین یا یک خبرنگار هستین یا یک آرتیست هستین که اینا رو داشتین شما دیگه کدام توانایی مثل درس دادن ترجمانی و مهارت های تکنیکی داشتین یا نه اگر داشتین اونا رو نوشته بکنید میزان بالای تحصیلی شما چی هست؟ آیا امکانش هست که شما تحصیلات خود ادامه بدید؟ علاقه من هستن که او را ادامه بدین یا نه؟ در دو گفته پروفیشنل دیتایل سیویل در اینجا میگه که شما اگر با کدام نهاد سیاسی ارتباط داشته میتونید اونا را در اینجا اضافه بکنید و این که شما مورد اذیت آزار قرار گرفتین چی مورد هایی آیا شما مورد حمله قرار گرفتین؟ آه خدا من و مورد حمله قرار گرفتین تهدید شدین سانسور شدین گرفتار شدین یا ای که در زندان شدین تمام این جزئیات در اینجا نوشته بکنید که چرا شما گرفتار شدین چی کس شما رو گرفتار کرده چرا گرفتار کرده خود نفر عامل گرفتارش بوده و شما چی سند در اون مورد دارین چقدر دیر در گرفتاری بودین و اسناد اگر دارین و اگر شما حمله شدین یا تهدید شدین یا مورد سانسور قرار گرفتین تمام جزئیات شده اینجا ذکر بکنید توسطی که کی در کجا چرا و آیا شما اسناد اینا هم دارین یا نه شما از کدام نهاد کمک خواستین یا نه تمامی جزیات شما میتونید در اینجا ذکر بکنید و همچنان گفته که current situation وضعیت فعلی خود شما تشریح بکنید که از نگاه اجتماعی در چه وضعیت هستن از نگاه اقتصادی شما در چه وضعیت هستن چگون زندگی میکنید درآمد شما از کجا میشه اعضای فامیل شما در خطر هست یا نه بابت شما و همچنان وضعیت امنیتی خود شما تشریح بکنید که آیا در دا داخل افغانستان هستن بیرون برآمدین وضعیت شما از چه قرار هست آیا شما به خاطر پروتکشن یا محافظت از کدام نهاد کمک خواستین نخواستین آیا شما در کدام جای دیگه سفر کردین یا نکردین آیا شما کدام جای دیگه اپلای کردین یا نه ند... فعلا شما در کدام کشور زندگی میکنید اگر شما به کشور دیگه فرار کردین یا آی به این معرفی شدین یا نشدین و اگر معرفی شدین این اصناده رو باید شما اضافه بکنید کاپیشه پاسپورت نمبر شما باشه آیا پاسپورت شما تاریخ اعتبار داره آیا وقتی اگر پاسپورت شما اعتبار نیست امکان تجدیدش هست یا نه و اگر اعتبار داره شما باید یک کپی از اون ارائه بکنید و اکثرا گفتم ما برای کسایی چانس بیشتر میدیم که پاسپورت معتبر داشته باشه در بخش پنجم رفرنس هست که شما باید یک نفر یا دو نفر رفرنس باید معرفی بکنید خو هم رفرنس فرمش هست و کسی است که همی متقاضی اصلی رو میشناسه در اینجا نام همو متقاضی اصلی رو نوشته میکنید. در اینجا نام رفرنس هست ایمیل آدرس رفرنس هست اما کسی که شما رو میشناسه شماره تلفنش هست آیا شما انگلیسی صحبت میکنید یا نه اگر نمیکنید در کدام زبان ها صحبت میکنید این خاطر یزی است که ممکن است یک وقت با شما تماس بگیره خب رابطه همه رفرنس با همه متقاضی اصلی چی هست صورت تشریح بکنید و همچنان در اینجا شما یک امضا میکنید و تاریخ و جایی را که شما امیر امضا کردین در اینجا نیاشته میکنید باید دو تا فرم باشه و بر علاوه از اون مورد شما باید چند مورد در اینجا که رفرنس هستید درباره همه متقاضی اصلی معلومات داشته باشید معلومات شما درباره ازی بشه که رایتر است هنرمند است یا گپ هر چی است در بارشی در باره کارش نوشته بکنید سابقه کاری جایزه ها یا این را که گرفته اینا را اگر تو میشناسی لیست بکن گفته آیا درباره نوشتنی که کرده یا اصلا مثلا فعالیت هایی که داشته امی مورد ازیت آزار قرار گرفته یا نه اگر مورد ازیت آزار قرار گرفته ارائه بکن و در اینجا گفته که درباره یمی متقاضی اصلی که از ازیت آزار شده یا جانش در خطر بوده از خودش شنیدی یا از کسی دیگه یا خود دیدی این میتونید در اینجا تشریح بکنید مگر چیز دیگه هم هست که تو درباره این متقاضی اصلی برای ما ارائه بکنی یا نه خب در واقع دو دانه رفرنس شما باید پر بکنید و امرای اسناد خود ارائه بکنید باز هم دوباره میایم سر امو فرم ادامه فرم پلانی که شما میخواین مثلا ناروی در اونجا برسین پلان شما چی هست میخواین در سای خود ادامه بدین میخواین که دوباره بر بگردین یا نگردین و تمامی جزیات در اینجا ذکر شده البته برنامه دو سال است در قسمت فامیلی گفته اگر شما میخواین زن و شوهر هستین نام زن یا شوهر نامش جنسیتش وظیفیش خب، آیا او هم جانش در خطر هست یا نه تاریخ تولدش نشنالتیش زبانی که صحبت میکنه فعلا کجا او به سر میبره و همچنان پاسپورت او هم باشه در باره اولادا گفته که نامش باشه جندرش باشه نشنالتیش باشه زبانش باشه و تاریخ تولد و همچنان در آخر گفته که میزان تحصیلات اولاد شما چند هست فعلا در کدام کشور زندگی میکنه اسناد تذکره و پاسپورت شما شما باید ارائه بکنید و در اینجا گفته که تعداد اعضای خانواده ها محدود هست و شما میتونید که تنهایی زندگی بکنید یا نه و همچنان سابقه صحی اینای شما هم باشه و همچنان در قسمت اخر گفته که سابقه بودو باش خود شما ارائه بکنید که در کدام کشورها قبلا بودو باش ناشته. و دی اخیر گفته که شما چه قسمی درباره ما شنیدین از اینترنت سرچ زدید از سوشال میدیا شنیدید یا از رفیقای شما از هر که بوده در اینجا تشریح بکنید در این قسمت اول یک امضا میکنید که به خاطر از است که ممکن است معلومات شما را همه آیکون و نهاد های معتبر دیگه شریک بسازد تا اینکه برای شما خانه و جای بوده باش فراهم بکنه شما یک امضا در اینجا میزنید و در این امضای دومی شما اینجا میزنید تایید میکنید که تمام معلومات را که من ارائه کردم درست است و این امضا در کجا و در کدام تاریخ صورت گرفته خوب دوستای عزیز ای بود اپلیکیشن ای آیکورن برای هنرمندا نویسنده ها و کسایی که اثرات ادبی و هنری داشته و ایره با هم دیگه مرور کردیم و اگر شما ایره خواستین که پرینت کرده نوشته بکنید هم میشه و هم اگر خواستین که به اینی ایمیل آدرس که از اپلیکیشن at یک ایمیل بزنید و از اونا بخواین که فرم وردش برای شما روان میکنه فرم ورد که روان کرد شما میتونید راحتی و فرم ورد ثبت بکنید موفق باشید و سربلند